بینندگان شبکه جهانی کانال یک درود و وقت بخیر. امروز دوشنبه 14 اسفند ماه به این بخش خبری همراه با من مارا پشان خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید، مجلس تعطیل شد. تخم مرغ تنها کالای پروتئینی سفره ها. یورش نیروهای نظامی و تخریب خانه های شهروندان بلوچ. و در ادامه این بخش خبری، تلاش حکومت برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران. بنابر اعلام رسانه ها امروز دوشنبه 14 اسفند ماه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تشکیل نشد. به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان در جلسه امروز بی ارتباط با انتخابات جمعه 11 اسفند ماه نیست. بر همین اساس بسیاری از نمایندگان کماکان درگیر حاشیه های پس از انتخابات هستند. انتخابات اخیر در ایران کمترین میزان مشارکت را در تاریخ جمهوری اسلامی به دنبال داشت. بر همین اساس خبرگزاری رویترز انتخابات روز جمعه 11 اسفند را آزمایش برای مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی در وضعیت ناامیدی فزاینده مردم از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دانسته بود. به گزارش حالبرش، بامداد امروز دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 نیروهای شهرداری به همراه نیروهای نظامی با یورش به خیابان باقری 64 در منطقه شیرآباد زاهدان یک منزل متعلق به شهروندان بلوچ را بدون ارائه حکمی تخریب و یکی از ساکنین که معترض به اقدام آنها بود را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سلام علیک آقای مسئولی که اینجا کسی جوابگو نیست و اینجا شهرداری داره از همشون باج میگیره، همشون داره میسازن ولی اینجا بهش باج ندادن. خونه ها رو رفت اومده امروز صبح 5:30 اومده نیرو انتظامی یگان اینجا اومده کلن این خونه ها رو خراب کرده. به خاطر اینجا مگه کسی؟ آقا دو تا خونه ساختیم به خاطر اینکه فقیر و فقرا جای کسی رو نداریم که اینجا ما بسازیم تو این بیابون. اومده از اینجا آقای علی براهوی از همشون اینجا 20 میلیون باج میگیره، 30 میلیون باج میگیره ولی ما بهش ندادیم. خونه رو کاملا ساختیم، در و ده پیکر و همشون اومده برده کاملا این خونه ها رو امروز آواره کرده. آقا مسئول اینجا باید کسی جوابگو باشه. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اعلام آمار نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران اعلام کرد که تنها 14 نفر در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شد. اسلامی صبح دوشنبه 14 اسفند بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که میزان آرای صحیح در حوزه انتخابی تهران، ری شمیرالاند، اسلام شهر و پردیس مجموعاً 1,569,857 رای بوده است. اما او اشاره به تعداد آرای باطله و رقم دقیق مشارکت نکرد. به این ترتیب و بر اساس اظهارات قبلی سخنگوی ستاد انتخابات، اردیبهشت سال آینده 32 نامزد که شورای نگهبان آنها را واجد صلاحیت دانسته برای کسب 16 کرسی حوزه تهران در مجلس رقابت خواهند کرد. برخی اعضای اوپک پلاس روز یکشنبه توافق کردند کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز تمدید کنند، اقدامی که برای حمایت از بازار نفت انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که عربستان سعودی کاهش 1 میلیون بشکه تولید خود را تا ژوئن تمدید خواهد کرد، روسیه نیز به عنوان عضو پیشروی اوپک پلاس تولید را 471,000 بشکه دیگر در روز کاهش خواهد داد. عربستان و روسیه به عنوان دو صادرکننده بزرگ نفت جهان، آذر گذشته از همه اعضای اوپک پلاس خواستند به نفع اقتصاد جهانی به توافق کاهش تولید بپیوندند و این درخواست تنها چند روز پس از نشست اوپک پلاس مطرح شد. تمایل روسیه و عربستان برای کاهش بیشتر تولید با هدف افزایش قیمت در حالی است که بسیاری از اعضای اوپک و نیز صادرکنندگان غیر عضو که از آنها با عنوان اوپک پلاس یاد می شود تمایل چندانی به آن ندارند.
به همین دلیل است که برخی اعضای اوپک پلاس به صورت داوطلبانه اقدام به کاهش بیشتر تولید نفت می کنند. ما بچه های تختیرانیم، شرکت تختیران. الان 8 ماه حقوق نگرفتیم و بیمه همون هم رد نشده. بیمه 2, 3, 5, 9, 10 رد نشده و الان هم آمدیم اینجا تکلیم رو نسته کنیم کنار فرما داریم. شب عیدی حقوق هیچی نداریم، بچه ها هیچ پولی ندارم برای زندگی شدن. الان پول نون هم ندارم، بیشتر اینا هم مستجرن. حتی پول مستجره که تای خونشن ندن یارو گفته ما بندازیم بیرون. ما با یکی داد ما برسه، ما همه هم به رئیس ها میگیم، رئیس ها هیچ عکس رو همه نیچون نمیده. بقا بردن بهم کشن کارخونه رو از شهرستان ما این هر خونه ندیم صاحب خونه هم میگه آقا وسیلات رو میریزیم بیرون. تکیب ما چی بیرون؟ یک سال پیش هم فرمونداری جریان رو دنبال کردیم، فقط بهم قول دادن که مساعدت کنم و هیچ کاری انجام نشده. سال هیچ کاری انجام نشده. اگه مسئولین الان تمام فرمانداری، بچه ها کارمنده فرمانداری یک ماه حقوق نگرفتن، اگر دورستن دوباره بیان سر کارشون. ما الان 9 ماه ساختیم، 9 ماه توی شرایط زندگی سخت بوده. والا عجب دبید، ما با دست خالی بریم پیش زن بچه‌مون. الان همین آقای فرماندار اگه 1-20 روز حقوق جمع بیفته 500 میلیون دلار چارتال بسته. معلوم میشه پول کجا رفته. آره. شرکت صنعتی با پیش می شرکت نفت کار میکنه. نامه‌نگاری شده با فرمانداری، با خودش صحبت کردی. همه در جریان هستن. اونجا همش قول و قرار شد. کاری به عمل نرسید. وطن بودن. بیا جبان نظر اینا. زهران. حرام خورن. خود شسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. خود شسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. خود شسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. شرکت شده بخاره، بخور بخور تو کاره. Thank you.
در ادامه این بخش خبری همراه ما باشید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با توجه به داده‌های تورمی بهمن ماه و رکورد زنی اقلام پروتئینی اعلام کرده با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، تخم مرغ به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است. این خبرگزاری در ادامه تاکید کرده است در شرایط صعود بی سابقه قیمت ارز در کشور برای چندمین بار در سالهای اخیر احتمال گرانی و تورم بیشتر از فروردین ماه 1403 بسیار جدی است. ایلنا در گزارش خود سبد معیشت را بر اساس داده‌های تورمی آذر ماه بیش از 28 میلیون تومان در کلان شهرها عنوان کرده و به نقل از علیرضا خرمی فعال صنفی کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان نوشته است اگر داده‌های تورمی بهمن را مبنای کار قرار دهند و وزن اقلام در سبد معیشت را واقعی در نظر بگیرند حتما رقم سبد معیشت در کلان شهرهای کشور از 30 میلیون تومان هم فراتر رفته است. این خبرگزاری آمارهای تورمی و مصرفی توده‌های فرودست مردم و دهک‌های کم درآمد را به غایت نگران کننده توصیف کرده و نوشته است این آمارها گواه روشنی هستند بر سقوط سنگین به زیر خط فقر مطلق. رضا اکبری معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده سیستان و بلوچستان اعلام کرده راه دسترسی حدود 178 روستا مسدود شده است که در بخشی از آنها همچنان جریان آب برقرار است و امکان بازگشایی تا فروکش شدن آب وجود ندارد و افزوده در سایر نقاط با ایجاد خاکریزی امکان تردد فراهم شده است و برنامه‌ریزی شده تا 10 روز تمام مقاطعی که دچار آب بردگی شده ترمیم و تردد برقرار شود. اکبری میزان خسارت وارد به راه‌های مواصلاتی جنوب این استان را حدود 1700 میلیارد تومان و میزان خسارت وارد به روستاهای شمال استان را حدود 100 میلیارد تومان عنوان کرده است. مهاجرت گسترده پرستاران و به طور کلی کادر درمان در ایران وارد فاز بحرانی شده است، به طوری که با وجود بی‌تفاوتی و تکذیب‌های گاه و بیگاه مقامات، محمد تقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور حداقل میزان مهاجرت پرستاران در سال را 2700 نفر اعلام کرده و گفته که بسته ماندگاری پرستاران در حال تدوین است. جهانپور مدعی شده که این اقدام به دستور علی خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفته است، موضوعی که به باور شماری از تحلیلگران نشان دهنده عمق فاجعه و در پیش بودن بحرانی عظیم در این بخش است که حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز نسبت به تبعات اجتماعی و سیاسی آن احساس خطر کرده است. مهاجرت پرستاران معادلات کادر درمان را برهم زده، به طوری که روزنامه شرق چاپ تهران روز پنجشنبه 10 اسفند به نقل از محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار نوشت که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت به ازای هر 1000 تن باید حداقل 3 پرستار وجود داشته باشد، اما در ایران این رقم بیش از 6% است. دربی 103 تیم‌های استقلال و پرسپولیس چهارشنبه 23 اسفند برگزار خواهد شد و این دیدار همانند بازی رفت دو تیم از سیستم کمک داور ویدیوی VAR استفاده خواهد کرد. در خبرها آمده بود که مهناز زوکایی و مهسا قربانی تنها داوران زن ایرانی هستند که لایسنس VAR را اخذ کردند و توانایی آن را دارند تا در این مسابقه از آن استفاده کنند. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید. گزارش‌های خودتون رو میتوانید از طریق تلگرام با ایده @کانالوان برای ما ارسال کنید. همچنین از طریق پلتفرم‌های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان میتوانید برنامه‌های ما رو مشاهده کنید. تا بخش بعدی، بدرود.